جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین روز سهشنبه نامزد رسمی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد اما مورد انتقاد شدید رئیس جمهور جمهوری خواه دانلد ترامپ قرار گرفت گزارشی از همکارم فرهاد پولادی رسما اعلام شد پس از یک رأیگیری مجازی کنوانسیون ملی حزب دموکرات سه شنبه شب جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین را رسما به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی کرد of my از ته دلم خیلی ممنونم با تشکر از همه شما این به اندازه دنیا برای من و خانواده هم ارزش دارد من شما را در روز پنجشنبه میبینم متشکرم آقای بایدن پنجشنبه شب پس از ایراد سخنرانی در کنوانسیون رسما این نامزدی را میپذیرد شب گذشته دو رئیس جمهوری پیشین بیل کلینتون و جیمی کارتر از او حمایت کردند. جو بایدن میخواهد اقتصادی به مراتب مناسبتر برای جهان در حال تغییر ما بسازد که برای جوانان و خانواده در حال پرورش فرزندانشان بهتر است برای افرادی که شغل خود را از دست دادن و به کارهای جدید نیاز دارند بهتر است برای کشاورزانی که بسیقه های رهنی خود را در جنگ های تجاری از دست دادن بهتر است و برای کادر درمانی مراقب بیماران سالمندان و افراد دارای معلولیت بهتر است پرزیدنت ترامپ با حضور در یک کمپین انتخاباتی در ایالت آریزونا که نتیجه آن در انتخابات ریاست جمهوری اهمیت زیادی دارد دیدگاهش را درباره نامزد حزب دموکرات ارائه داد جو بایدن. جو بایدن دست نشانده ی جنبش چپ رادیکال است که در صدد از بین بردن کامل مرزهای آمریکاست. است. آنها میخواهند دیوارهای مرزی را از بین ببرند. آنها نمیخواهند مرزی وجود داشته باشد. آنها میخواهند شهرهای پناهگاهی برای مهاجرین غیرقانونی وجود داشته باشد. آنها چیزهای بسیار بدی میخواهند. چهارشنبه ایالت ویسکانسن میزبان دو رقیب انتخاباتی برای معاونت ریاست جمهوری خواهد بود سناتور دموکرات کاملا هریس نامزدی معاونت رئیس جمهوری را میپذیرد حال آنکه مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در 100 کیلومتری محل کنوانسیون ملی حزب دموکرات در یک کمپین انتخاباتی سخنانی می کند. فرهاد پولادی سر آمریکا